حمله موشکی های هایپرسونیک ارتش یمن به شرق تل آویو. استهدفت قاعده عسکریه تابعه للحل الاسرائیلی. و پیدا شدن جسد هاشم صفی‌الدین جانشین حسن نصرالله. ارتش یمن از حمله موشکی به پایگاهی در فلسطین خبر داد. ارتش یمن اعلام کرد یک پایگاه نظامی رژیم اسرائیل را در شرق تل آویو با موشکی هایپرسونیک هدف قرار داده است. با گزارش گروه بین المللی خبرنگاری تسنیم، سرتیپ یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که ارتش یمن یک پایگاه ارتش رژیم اسرائیل را با موشکی هایپرسونیک در شرق یاوا هدف قرار داده است. همچنین سرتیپ یحیی سری با بیان این که این عملیات در راستای حمایت از مردم مظلوم فلسطین، لبنان و حمایت از مقاومت این دو کشور در برابر رژیم اسرائیل انجام شده است، تاکید کرده که این عملیات منحصر به فرد در چارچوب مرحله پنجم تشدید تنش علیه رژیم اسرائیل و جهاد مقدس به این رژیم صورت گرفته است. ارتش یمن بیش از این نیز حملات تلافی جویانه موشکی و پهپادی به ارض اشغالی را انجام داده بود. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده بود نیروهای مسلح این کشور طی عملیات تلافی جویانه با موشکی هایپرسونیک منطقه یاوا را در غزه فلسطینی هدف قرار دادند و موشکی جدید فلسطین با طی مسافت 2040 کیلومتر در عرض 11 دقیقه با اشغالی رسیده است. ارتش یمن همچنین نیز هفتمی میزان 1403 میدانی هوایی یاوا بن گوریون واقع در نزدیکی تل آویو را با هنگام ورود بنیامین نتانیاهو حین بازگشت از سفر نیویورک با موشک بالاستیک هایپرسونیک هدف قرار داده بود. محمد علی حسی عضو شورای عالی سیاسی یمن غیر مستقیم بر رژیم اسرائیل درباره ماجراجویی در منطقه هشدار داده و گفته که با این اقدامات مقابله خواهد شد و خاطر نشان ساخت نیروهای مسلح جمهوری یمن و برادران عرب خود در غزه و لبنان کمک میکنند و با هر گونه تحریک دیگری مقابله خواهند کرد. خبرنگار العربیه جسد هاشم صفی‌الدین جانشین کشته شده ی حسن نصرالله دبیر کل کشته شده ی حزب الله در لبنان با همراهی 23 نفر دیگر بعد از ظهر سه‌شنبه 1 آبان در زیر آواره های در المریجیه در الزاهیه حومه جنوبی بیروت پیدا شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در حالی امروز وارد اسرائیل شد که جنگ در شمال این کشور به شدت ادامه داره و اسرائیل مرحله تازه ای را در بمباران مناطقی در ضاحیه در جنوب بیروت آغاز کرده. در کنار اون مسئله حمله پهپادی حزب الله لبنان به مقر زندگی نخست وزیر اسرائیل در قیصریه در اسرائیل هم موجب تنش‌های بیشتری در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل شده، واکنشی که اسرائیل گفته که حتما اون را انجام خواهد داد و برنامه ریزی و زمان اون هم تعیین شده. حال بسیاری از وزرا در کابینه آقای نتانیاهو درخواست میکنند که به خاطر این حمله پهپادی اسرائیل باید واکنش خودش را شدیدتر بکنه. امروز هم شبکه سعودی الحدث میگوید که طبق تحقیقاتی که اسرائیل انجام داده جای پای جمهوری اسلامی را در پرتاب این موشک پیدا کرده و افرادی در سفارت ایران در بیروت در این تلاش برای ضربه زدن به نتانیاهو شریک بودند. سپهبادی که به سوی مقر نتانیاهو پرتاب شد دو تای اونها گنبد آهنین اونها را شکار کرد، اما یکی از اونها به یکی از پنجره های ساختمان خانه نتانیاهو برخورد کرد، اما خود نتانیاهو و خانواده او در خانه نبودند. آنتونی بلینکن درست در همین رابطه با نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل دیدارهای جداگانه ای را انجام داد و در رابطه با کاهش تنش‌ها در منطقه در خاورمیانه در جنگ بین اسرائیل و همسایگانش در شمال و جنوب رایزنی‌هایی را با نتانیاهو انجام داد. همه اینها در زمانی هستش که بیروت آماج حملات شدید جنگنده های اسرائیلی بود. مناطق بزرگی در ضاحیه در بیروت همچنین در سور و در روستاهای اطراف مرز با اسرائیل شاهد حملات سنگین اسرائیل بودند. ساختمان هایی را دیدیم که کاملا در اونجا فرو می ریختن. در همه این احوال هنوز جنگ در شمال و جنوب اسرائیل به شدت ادامه داره. پس پولهای حزب الله از کجا میرسن؟ این پولها از دو منبع اصلی به دست میآید، یا از شهروندان لبنانی به سرقت میرود یا توسط جمهوری اسلامی ایران به لبنان قاچاق میگردد.
بیایید ببینیم این کار چگونه انجام می شود. از ایران پول به سه روش اصلی ارسال می شود. از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران، ایران نفت و پول را از راه دریایی و زمینی به سوریه منتقل می نماید. نفت در سوریه به شرکت های مختلفی فروخته می شود. به عنوان مثال به شرکت BS که در تصاحب خانواده قاطرچی قرار دارد. ریاست این شرکت بر عهده برا قاطرچی بود که طی دهه گذشته تا زمان کشته شدنش در جوان 2024 روند واردات نفت را رهبری می کرد. بدین روش ده ها میلیون دلار از طریق واحد انتقال حزب الله به خاک لبنان منتقل و به جیب حزب الله سرازیر شده است. در ضمن جمهوری اسلامی ایران پولی را که از فروش مستقل نفت نیروی قدس به دست می آید تحت پوشش دیپلماتیک مستقیما به سفارت ایران در بیروت می فرستد و از آنجا این پول یک راست به دست حزب الله می رسد. حزب الله تحت حمایت ایران ابتکارات اقتصادی بیشتری از جمله واردات گاز به سوریه و ساخت کارخانه‌ها در سوریه، لبنان، یمن و ترکیه را ترویج می کند. این ابتکارات نیز پولهای هنگفتی را به جیب این سازمان تروریستی وارد می سازد. و چه کسی این محور درآمد را مدیریت می کند؟ با محمد جعفر قصیر، فرمانده واحد انتقال و مدیر مالی حزب الله که در سراسر جهان تحت تعقیب بود و در اوایل اکتبر در بیروت به هلاکت رسید آشنا شوید. و در آخر آنچه که از ایران نمی آید مستقیما از جیب شهروندان لبنانی تامین می گردد. بدین معنی که حزب الله از سیستم های بهداشت، آموزش، کارت های رفاه اجتماعی و به ویژه انجمن خود یعنی انجمن قرض الحسنه برای کسب سود به بهای جیب ساکنان لبنان بهره برداری می کند. حزب الله از بحران شدید اقتصادی در لبنان سوء استفاده می کند تا شهروندانش را به یک سیستم اقتصادی جداگانه تحت کنترل خود سوق دهد. حزب الله از طریق انجمن قرض الحسنه پول شهروند دانی که برای زنده ماندن به آن نیاز دارند را غصب می نماید. اگر در وضعیت اجتماعی دیگری بودیم این پولها باید صرف بازسازی کشور می شد و نه برای تولید موشک. این دو روش تامین مالی یعنی ایران و شهروندان لبنان به مخزن پولی تبدیل می شود که در اختیار حزب الله است. مخزنی که در شعب انجمن قرض الحسنه و انبارهایی که در مناطق مسکونی پراکنده شدند نگهداری می شود. این پولی است که حزب الله از آن